افزار پرکیت رو داشتیم آموزش میدادیم، قسمت لایه ها هستیم. لایه ها کاربردی ترین چیزهای توی پرکیت هستن. یکی از خوبی که لایه ها دارن اینه که مثل صفحه‌های کتاب روی همدیگه قرار میگیرن، کانتنت هاشون رو با همدیگه مچ میکنن و باعث میشن یه کتاب آماده یا یه دونه آرت ورک ما داشته باشیم. چرا ما از لایه ها استفاده میکنیم؟ به دلیل اینکه اگر برای یه جایی لوگوی طراحی کردیم یا کاری انجام دادیم، یه قسمتی از این آرت ورک به دل ما نمیشینه، یه جاش رنگش مشکل داره، کرویش خوب نیست، گرادینت خوبی نداره، اینا باعث میشن که ما به همون لایه رجوع کنیم و درستش کنیم. در غیر این صورت اگر فقط توی یک لایه باشن ما نمیتونیم درستش کنیم، باید کار رو از اول انجام بدیم. خب این حالت که دوتا کاغذ روی هم دیگه هست، اینا لایه ها هستن. اولین لایه مون بک‌گراند کالر هست. بک‌گراند کالر حذف میشه به این صورت، مشکی نمیشه، فقط هست میشه، یه حالت پی‌ان‌جی طوری به ما میده. ما میتونیم با این رنگش رو عوض کنیم. و اینکه لایه ها رو اگر به سمت چپ بکشیم دیلیت میشن، یعنی پاک میشن، دوپلیکیت دوتا میشن، لاک میشن، یعنی اینکه من این لایه رو لاک میکنم تا زمانی که میبینی این قفل رو، تا زمانی که آن لاکش نکردم هیچ اتفاقی، هیچ اکشنی روی این لایه انجام نشه. لایه ها حالت های دیگه ای دارن، مثلا اگر ما بهشون اشاره کنیم رینیم میشن، یعنی اینکه اسمشون تغییر پیدا میکنه به این صورت. سلکت میشن، یعنی به ما نشون میدن، ببینید این حالت هاشور مانندی به ما نشون میده، اون قسمتی که هاشور نخورده یعنی اینکه اون لایه ماست. به این صورت هم میتونیم دیسلکتش کنیم. اگه دقت کنیم یه استور اینجا آبی شده، اینو میزنیم دیسلکت میشه. کپی که مشخصه، فیل لایر هم یعنی اینکه اون لایه رو پر میکنه. یه رنگ اینجا ما انتخاب میکنیم اگه میخوایم از فیل لایر استفاده کنیم. بعد فیل لایر رو میزنیم، ببینید رنگ با همون رنگی که ما انتخاب کرده بودیم جایگزین شد. کلیر داریم که اون لایه رو پاک کرد. آلفا لاک داریم. آلفا لاک یه چیز خیلی خیلی به درد بخوره. آلفا لاک فقط نیاز به یکم توجه داره. آلفا لاک ماسک و کلیپینگ ماسک سه تا حالت هستن که حتما براتون توضیح میدم. فقط برای اینکه بخوام بهتون نشونیم آلفا لاک برای چیه. اینجا میزنیم آلفا لاک، آلفا لاک رو فعال میکنیم برای این لایه. آلفا لاک یه حالتیه که اگر بخواین شما شید بدین، سایه ایجاد کنین، تغییر رنگ، تغییر گرادینت انجام بدین، اون لایه رو براتون میبنده دور تا دورش و همین باعث میشه که از خط بیرون نزنین، باعث میشه دورگیری انجام بدین، چیزایی که نیاز به مهارت و تمیزی بیشتری داره. الان لایه یک آلفا لاک شده این گله، ببینید من اگر با این رنگم بکشم هیچ جا نمیکشه، میبینید فقط توی این لایه فعاله. حتی وسطش هم بیرون. حالا حالت ماسک چیه؟ حالت ماسک حالتیه که یادتون باشه ما همیشه با ماسک یه چیزی رو میپوشونیم، برای همین ماسک میتونه یه چیزی رو نشون بده یا یه چیزی رو قایم کنه. وقتی ما حالت ماسک رو فعال میکنیم، بالای لایه انتخابی ماسک شده خودش یه
لایه دیگه اضافه میکنه که متصل به این لایه. فقط این لایه با رنگ سفید، مشکی و خاکستری کار میکنه. سفید محل رو نشون میده، مشکی محل رو قایم میکنه، خاکستری هم یه حالت گردینت مانند یا شید مانند ایجاد میکنه. الان ما با حالت مشکی میخواییم یه چیزی رو قایم کنیم. میذاریم روی مشکی، ماسکمون انجام شده، روی این گل آبیه. با اینکه الان روی قلمه، قلم فعاله، من مشکی رو بزنم مشکی نمیشه، فقط اون حالت رو پاک میکنم. این حالت ماسک بود. الان ببینید من این تیکر که پاک کردم روی حالت ماسکی که وابسته به لایه اصلی هست نشون داده که ما کجاها رو پاک کردیم. مورد بعدیمون کلیپینگ ماسک هست که باعث میشه چجوری بگم، روی همدیگه اینا با همدیگه مچ میشن. یعنی اگر ما بخوایم این حالت آبی رو بذاریم کم جا به جایی انجام بدیم تا بهتر مشخص بشه. خب الان اینو ما کلیپین ماسک میکنیم. ببینید، برای اینکه یه بار دیگه ببینید حالت ما، گل ما اینجوری بود. شما یه خطی کشیدین، یه حرکتی انجام دادین، دلتون نمیخواد این تیکه رو داشته باشه، برای همین باید برین لایه اصلی ما. مثلا چیزی که برای ما مهمه لایه 4 هست، ما دلمون نمیخواد از این لایه 4 بیشتر بره جلو، برای همین لایه بالایش رو کلیپینگ ماسکش رو فعال میکنیم و هر چیزی غیر از لایه 4 بیرون زده باشه حذف میکنه. یه حالت فلش مانندم خورده که یعنی این لایه وابسته این لایه است. حالت بعدی که داریم اینورت، یعنی این که برمیگردونه، حالت متضاد ایجاد میکنه. رفرنس یعنی این که من الان انتخابش میکنم. ببینید رفرنس چه حالتیه. ببینید این رفرنس شده، ما به این صورت این رنگ رو ور میداریم میندازیم اینجا، فقط همین رنگ میگیره، یه جور حالت سلکته. مرج داون داریم. مرج داون یه حالت جمع کردنه، با هم دیگه قاطی کردنه. ما هم میتونیم مرج داون رو بزنیم که با لایه پایینیش جمع میشه. ببینید الان این دوتا با هم دیگه شدن یه لایه. یا اینکه میتونیم پینچشون کنیم، دوتا انگشت رو میگیریم میکشیم پینچ میشن به هم دیگه. این حالت برای ستایی هم فعاله. کامباین داون هم برای حالتیه که شما گروه انتخاب میکنین، یعنی مثلا ما الان توی این تصویر یه سری طرایه دیگه هم میخوایم انجام بدیم، میتونیم گلا رو بکنیم یه گروه. میتونیم اینو سلکت کنیم، اینجا حالت گروه زده گروهشون میکنیم، یا اینکه این لایه رو با این گروه میکنیم. این دوتا الان با هم دیگه گروه شد. خب این حالت لایه ها بود که من براتون توضیح دادم. لایه ها خیلی چیزای مهمی هستن. نه یادتون نره وقتی میخواین یه لایه رو جا به جا کنین، فقط لازمه که لایه رو بگیرید و بذارید جایی که دلتون میخواد. فقط جا به جایی لایه ها باعث میشن که خود تصویرمون هم متفاوت بشه. مثلا الان این لایه‌ای که اینجاست، گل آبی من اگه بیارم بذارم توی رو میمونه روی همه، ولی اگر
اینو بیارم روی آبی بذارم. جاهاشون با هم فرق میکنه. یادتون نره برای یاد گرفتن هیچ نیازی به کلاس رفتن و هزینه کردن نیست. فقط لازمه که شما تلاش و کوشش داشته باشین. اگر ویدیوهای منو دوست داشتین یادتون نره منو لایک کنین. در یوتیوب میتونین منو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی براتون زنگوله به صدا در بیاد. من میبینمتون. تمرین کنین. خدا نگهدار.